پشتیبانی از خشونت و ارعاب همواره منجر به پرورش سازمانها و نیروهایی می شود که روزی دیر یا زود به حامیان خود صدمه خواهند زد. همانطور که یک سلاح میکروبی یا اتمی نه تنها به طرف مقابل خود صدمه می زند، بلکه برای استفاده کننده از آن هم خطرناک است و آثارش گریبانگیر خود او نیز خواهد شد. این اصول ساده متاسفانه مورد غفلت غربی هاست، زیرا تعریف و مصادیقی که برای تروریسم شنیدند همواره یک جانبه بوده است. از این رو سوال این است که غربی ها درباره مصادیق تروریسم واقعا چقدر آگاهی دارند؟ درباره آگاهی مردم غرب به تروریسم و ویژگی‌ها و مختصات آن باید به این نکته توجه داشته باشیم که غرب در مسائل سیاسی تخصص‌گرا و تخصص‌محور است. به عبارت دیگر مردم غرب خود رو در زاویه مصرف کنندگان تئوری پردازان و تصمیم گیرندگان در یک جامعه تعریف شده سیاسی و ملی می‌دانند. به بیان دیگر اگر توجه بکنیم به تکسچر یا بافت حیات سیاسی مردمی که تحت عنوان مردم غرب امروز می توانیم اسم اونها را بگذاریم، بیشتر به زندگی خود و رفاه و آسایش ناشی از تدبیر امور سیاسی توسط سیاستمداران توجه دارند. لذا در این مقوله و با عنایت به این در واقع می توانیم بگوییم فضای گفتمانی است که در غرب اساساً تعریف تروریسم از بالا به پایین صورت می پذیرد و آگاهی مردم توسط سیاستمداران مدیریت می شود. در چنین چارچوب مدیریتی است که باید بگوییم اصل اساسی تعریف تروریسم و آگاهی‌های ناشی از اون و به تبع اون نوع رفتاری که مردم کشورهای غربی در باب تروریسم و مصادیق اون دارن محصول مدیریت رسانه‌ای و در واقع تعاریف امنیتی ناشی از اراده دولت مردان جهان غرب باید دانست. از این منظر هستش که آگاهی‌های مردم در کشورهای غربی تحت تأثیر نوع مدیریت فهم سیاسی توسط متخصصان و از طرف دیگر دولت مردان قرار می‌گیرد. از این جهت باید بگوییم دو لایه مهم تأثیرگذار در شکل‌دهی به آگاهی مردم غرب از مفهوم تروریسم، نخست دولت مردان و سپس متخصصانی هستند که در اون جوامع جایگاه ویژه‌ای رو از منظر آگاهی بخشی سیاسی به خود اختصاص میدن که هر دوی اونها در دایره تخصصی سیاست قرار میگیرن. با توجه به این معناست که باید بگوییم که هرچه میزان همسویی و همگرایی متخصصان و تحلیلگران سیاسی در آن جامعه که مملو از کشورهای متفاوت با رویکردهای گوناگون و میزان همگرایی متخصصان با دولت مردان هست زیادتر باشد، نتیجه آن خواهد شد که تعریفی که از تروریسم در واقع و آگاهی ناشی از اون تعریف در معطوف به خواست سیاستمداران باشد. اما هرچه تحلیلگران اون جامعه دارای استقلال فکری و ذهنی و فاقد همگرایی یا به عبارتی واگرایی از دولت‌های خود باشند و زمینه بیان آزاد دیدگاه‌های خود را داشته باشند، میزان آگاهی‌ها به تبع افزایش پیدا می‌کند. بدین دلیل است که امروز می‌بینیم نگرش اروپا و آمریکا در جغرافی‌های غرب و نگرش ملت‌های متفاوت در کشورهای گوناگون اروپایی با ایالات متحده آمریکا در تعریف تروریسم چندان با یکدیگر منطبق نیست. از این منظر باید بگوییم که تکثر آگاهی و تعدد لایه‌های مختلف معرفت نسبت به مفهوم تروریسم رو می‌توانیم در غرب بیابیم، ولی در مجموع باید بگوییم آنچه که امروز نشان می‌دهد تحت تأثیر قرار گرفتن لایه‌های مختلف از تعریفی است که دولت مردان غربی بر اساس نیاز استراتژیک خود از تروریسم بیان می‌کنند. روزی که امروز آن را با نام 11 سپتامبر می‌شناسیم، من در نیویورک بودم. پس از آن واقعه رسانه‌های آمریکا مانند نیویورک تایمز گزارش دادند که روز به روز تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها به کتاب فروشی‌ها میرن تا کتاب قرآن خریداری کنند. این موضوع باعث تعجب من شد، زیرا آنها فکر می‌کردند با خواندن قرآن می‌توانند به انگیزه‌های بمب‌گذاران انتحاری 11 سپتامبر پی ببرند. در پایان سال تحصیلی آن سال در تابستان به زادگاهم یعنی اوگاندا رفتم. سال بعد به افغانستان حمله شد و زمزمه‌های تهاجم به عراق نیز به گوش می‌رسید. رهبران آمریکا نیز به زبان مذهب و انجیل با مردم صحبت می‌کردند.
فکر کردم شاید حالا نوبت مردم کمپالا باشه که برون انجیل بخرن تا به انگیزه های نهفته در پشت سیاست های آمریکا پی ببرن. پس از آن گزارش کمیسیون 11 سپتامبر رو مطالعه کردم و از فراموشی تاریخی تعجب کردم. آنها تمایل نداشتند به گذشته و دلایل وقوع 11 سپتامبر نگاهی بیندازند. در پایان این برنامه از شما بینندگان عزیز و ارجمند سپاسگزارم. امیدوارم برنامه بعدی از مجموعه برنامه امنیتی یک جانبه رو با ما همراه باشید. تا اون هنگام خدا نگهدار.